باشندگان تخار از افزایش جرایم جنایی و سرقت‌های مسلحانه در این ولایت ابراز نگرانی می‌کنند. شماری از این باشندگان می‌گویند تا چند ماه پسین سرقت‌های مسلحانه در ولایت تخار به خصوص در شهر طالقان مرکز این ولایت افزایش یافته است. باشندگان تخار از نیروهای امارات اسلامی خواهان تدابیر بهتر امنیتی و جلوگیری جرایم‌های جنایی هستند. تقریبا در چند ماه آخر که هست سرقت‌های مسلحانه که هستن بسیار زیاد افزایش پیدا کرده، در نگرانی های مردم بسیار زیاد شده. دیگه از این قبول ما من حیث یک شهروند تخار از حکومت خواهش میکنیم که جلوی این رقم سرقت‌های مسلحانه را بگیره و در تامین امنیت مردم تخار بسیار کوشاه باشند. متاسفانه در آخر شاهدی بعضی از وقایع تأسفناک و واقعی خونینی از جمله مسائل سرقت های مسلحانه و این موارد هستیم که بدون شک یک نگرانی بسیار بزرگی را در جامعه به بار میاره و مردم نگران میسازه از این مسئله. من گفته میتونم که اگر خدای نخواسته این وضعیت ادامه پیدا بکنه و دولت متوجه مسئله به طور کلی نشوه و به خاطر جلوگیری از این و به خاطر از بین بردن این مسائل به طور کلی اقدام نکنه، قطعا ما میریم به یک بسوی که باز جلوگیری از او قطعا از کنترل خارج خواهد شد. برخی از فعالان جامعه مدنی در تخار نبود یونیفرم مشخص برای نیروهای امنیتی و افزایش فقر اقتصادی را سبب افزایش جرایم های جنایی به خصوص دزدی های مسلحانه می دانند. بازم محترم، اولا از امارات اسلامی می خواهیم که تمامی ولایت ها را، تمامی مراکز را از نیروهای نظامی که دارند به یک لباس، به یک نظم و دیسپلین منظم تعیین کنند و ما می خواهیم که امنیت تمامی شهروندان را امارات اسلامی به دوش خود بگیرند و صادقانه در مستقبال مردم همکار باشند همیشه. و غیر او منبع اصلی که این اوج سرقت و این چیزا بیشتر شده این است که اوج فقر و بیکاری است. برای مردم همگی بیکار هستند و همگی تشنه نان و نمک هستند و یکی دیگه اوج فقر و اقتصاد ضعیف هستند که از دست از لحاظ اینکه امارات اسلامی نمیتونه کاری بکنه جای تاسف. در همین حال مسئولان امنیتی تخار میگویند مبارزه جدی را در برابر رویدادهای جنایی گرفتند. با گفته سخنگوی پلیس تخار در یک ماه اخیر بیش از 100 نفر را به اتهام انواع جرایم جنایی بازداشت کردند. یک ماه اخیر البته عملیاتی که مرحله مدی قمدنی مولد تخار انجام دادن و تعداد 104 متهم توسط مرحله امنیتی گرفتار شدن و بعد از تکمیل شدن تحقیقات ابتدایی با ارگان های مربوطه سپرده شدن. در جمله 104 نفر و تعداد 11 نفر البته که نه جرم های مسلحانه داشتن یا جرم های توریستی داشتن یا سارقین مسلح بودن گرفتار شدن. 19 تن قاچاقچیان مواد مخدر گرفتار شدن. جرایم های جنایی در حال در ولایت تخار افزایش یافته است که افزون بر چندین سرقت اموال منزل با تازگی دزدان مسلح دو زرگر را در این ولایت زخمی و با ارزش بیشتر از 3 میلیون افغانی زیورات را سرقت نمودند. عبیدالله احمدی، تلویزیون اورانوس، ولایت تخار.